شاید دم زدین داری زدن کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی یون خب و جنه قسیم و نان بلگن علی یون خب و جنه قسیم و نان بلگن حقا، جنه. حقا، جنه. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز امیدوارم در هر کجا که هستید موفق و معید و پیروز باشید در این جلسه با استناد به یک آیه قرآن و یک حدیث از صحیح بخاری میخوایم اثبات کنیم خلیفه دوم مسلمان نبوده و کافر است قصدی منم این است که تمام بینندگان تمام مسلمی که دارن این برنامه رو میبینن یه مقدار بیشتر دقت کنن قرآنی که ادعا میکنید اهل قرآنید اهل عمل به قرآن هستید بیشتر تدبر کنید صحیح بخاری که میگید صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه همه احادیث رو بخونید یه آیه قرآن اگر بیاد کنار یک حدیث صحیح بخاری نتیجه این می شود که عمر ابن الخطاب کافر است بیشک شک و شبهه اینا رو میگیم شما ها بدونید ببرید پیش مولوی هاتون بپرسید در قرآن که نمیتونید تشکیک کنید در صحیح بخاری هم نمیتونید تشکیک کنید یا باید بگید محمد ابن اسماعیل بخاری دروغ گفته یا باید بگید عمر ابن الخطاب کافر است راه دیگری برای شما وجود نداره ارز کنم که ما این حدیث صحیح بخاری رو به مناسبت های مختلف در اینجا آوردیم در هر جلسه ای یه برداشتی ازش شده این جلسه ما فقط روی قسمت خاصیش میخوایم تکیه کنیم کتاب صحیح بخاری جلد اول با اون چاپ بگید دست ما هست چاپ دارالقلم صفحه صد و بیست. حدیث شماره صد و یازده این باب و رو خوب به ذهن بسپارید یک جای یادداشت کنید به درد میخوره یعنی مطالب دیگه هم میشه استفاده کرد کتاب العلم باب و کتابت العلم یه جریانی رو ارز کنم که محمد ابن اسماعیل بخاری به نقل از ابن عباس در روزهای آخر عمر پیغمبر نقل میکنه جریان بسیار دردناکی است و اینقدر قضیه واضح و روشن بوده که در کتاب صحیح بخاری هم آمده جای شکی درش نیست که یک عمل زشتی از خلیفه دوم صادر شد اونجا و یک توهینی به پیغمبر اکرم کرد که حالا ما این رو از رو متن حدیث رو براشون میخونیم چون من چند بار توی برنامه به مناسبت های مختلف توضیح دادم الان نمیخوام قضیه رو کامل باز کنم حدیث از ابن عباس است ان ابن عباس قال لما اشتد به نبی صلی الله علیه و آله و سلم وجعه ابن عباس میگه در اون روزهای آخر عمر پیغمبر وقتی که دیگه پیغمبر اکرم مریضشون شدت پیدا کرد قال اعتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده پیغمبر فرمودن که یه قلم و کاغذی یه چیزی بیارید که من بنویسم یه وسیعتی رو برای شما که بعد از من گمراه نشوید قال عمر عمر چنین گفت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم غلبه الوجع عمر گفت درد بر پیغمبر غلبه کرده و اندنا کتاب الله حسبنا قرآن در بین ما هست ما نیاز به سفارش پیغمبر نداریم ببینید نعوذ بالله نعوذ بالله توهین دیگه بالاتر از این پیغمبر میگه یک قلم و کاغذ بیارید من وصیت بنویسم بعد از من گمراه نشید عمر ابن الخطاب میگه غلبه الوجع البته این عبارت رو ما مکرر گفتیم در منابع دیگه اهل سنت به الفاظ دیگه آمده خیلی آبرومندانه خیلی معدبانه شو که نقل کنیم اون نقل است که بخاری نقل کرد اینه یعنی غلب حل یعنی عمر گفته درد بر پیغمبر غلبه کرده ولی عبارت های این شنینی که ان نبی یهجر ان الرجل یهجر ان نبی یهجر یعنی نعوذ بالله پیغمبر هزیون میگه دیوانه شده ان الرجل یهجر که از عمر نقل شده یعنی این مرد دیوانه شده که حالا ما اونها رو فعلا نمیگیم اون چیزی که فعلا آقای بخاری فکر کرده خیلی حرف معدبانه است و نقل کرده این بوده عمر ابن الخطاب گفته غلبه هل درد برش غلبه کرده مثل که گای از اوقات مردم بین خودشون رسم است دیگه کسی یه چیزی نعوذ بالله استغفر الله اینا میخوام به پیغمبر نسبت بده اما چون میخوام قضیه واضحه بشه مثال میزنیم بین خودشون مردم میخوان بگن فلانی پرپوچ میگه دست میزنن رو پیشونیش میگن آقا تو مریضی مرض داری تب داری که داری, داری میگی نعوذ بالله اینجا خلیفه دوم این جمله رو گفت غلبه هل وجع یعنی درد بر پیغمبر غلبه کرده نمیفهمه چی میگه ما حرف پیغمبر رو قبول نداریم و اندنا کتاب الله قرآن بین ما هست حسبنا و همو هم کفایته حسبنا کتاب الله جمله است کتاب امروز اهل سنت بهش معتقدن فقط قرآن فقط قرآن خب فختلفو به معنی اینکه خلیفه چنین این چیزی رو گفت بین صحابه اختلاف شد کنار بستر پیغمبر و کسر لغت سر صدا و اینها زیاد شد قال قوم عنی پیغمبر فرمودن پاشید از کنار بستر من برید ولا ینبغی عند التنازع سزاوار نیست کنار بستر من پیغمبر درگیری بشه دعواتون بشه فخرج ابن عباس ابن عباس از اون مجلس خارج شد و این رو میگفت یقول ان الرزیه کل الرزیه واقعا سخت است واقعا سخت است ما حال بین رسول الله و بین کتابه نذاشتن وصیت پیغمبر نوشته بشه ما حالا کار نداریم اینجا خود خلیفه دوم که ادعا میکنه فقط قرآن فقط قرآن حداقل با شش آیه قرآن مخالفت کرده که در جای خودش گفتیم اون چیزی که در این جلسه مورد نظر ما هست این است که اینجا عمر ابن الخطاب به نقل سی بخاری جدا کرد بین حرف پیغمبر و قرآن به پیغمبر نعوذ بالله توهین کرد غلب الوجع ما حرف پیغمبر رو قبول نداریم درد برش غلبه کرده حسب بنا کتاب الله و قرآن بین ماست حرف قرآن رو قبول داریم حرف پیغمبر رو قبول نداریم یعنی قرآن را گرفت پیغمبر رو رها کرد این معنای حدیثه حالا بیاین در آیه قرآن سوره نسا آیه 150 از عزیزان تصویر بردار میخوام که ایرو قطعا از رو بگیرن چون ممکنه کسی قرآن دم دستش نباشه همین تو جلسه نتیجه ای که ما میگیریم اینها هم بگیرن سوره نسا آیه سد پنجاه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يكفرون بالله ورسوله کسانی که کافر به خدا و رسولن صفتشون چیه و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله میخوان بین خدا و رسول جدایی بیندازن یعنی بگن آقا حرف خدا رو ما قبول داریم حرف پیغمبر رو قبول نداریم یا فلان حرف پیغمبر رو قبول داریم او حرف دیگه رو قبول نداریم و یقولون چی میگنی کفار نؤمن و به بعض بعضی از حرفها رو قبول داریم نکفر و به بعض بعضش رو قبول نداریم همون کار که خلیفه کرد حسبنا کتاب الله قرآن قبول داریم ان نبی غلبه الوجع پیغمبر درد برش غلبه کرده حرفش رو قبول نمیکنیم و یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا میخوان یه حرفی رو قبول کنن که یا بین حرف خدا و پیغمبر باشه خلاصه یا اینو بگیرن یا اونو بگیرن قرآن تصریح کرده ان الذین یکفرون اینا کافرند یعنی چی؟ یعنی عمر ابن الخطاب که ادعا کرد حسبنا کتاب الله گفت فقط قرآن و حرف پیغمبر رو من قبول نمی کنم. یعنی کافر است چرا؟ چون نس قرآن داره میگه که اینها میخوان جدا کنن بین حرف خدا و رسول پیغمبر اکرم هم هر چی میگه حرف خداست به نس آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ینطق عن الهوا این هوای الا وحی یوها قرآن خوب بلدید خیلیتون هم حفظید برید نگاه کنید خدا میفرماید پیغمبر از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه هر چی میگه وحی است پس چرا خلیفه دوم داره میگه غلبه الوجع درد برش غلبه کرده نعوذ بالله هزیان میگه قرآن داره میگه پیغمبر یک لحظه هم هزیان نمیگه خلیفه دوم داره میگه پیغمبر هزیان میگه قرآن معتبرتر است یا خلیفه قرآن داره میگه کفار کسانی هستند که بین خدا و رسول جدا میکنند میگن آقا حرف خدا رو قبول میکنیم حرف پیغمبر رو قبول نمیکنیم یا فلان حرف پیغمبر قبول داریم فلان حرفش رو قبول نداریم این صفتی است که خدا برای کفار گفته و به بعض نکفرو به بعض خلیفه دوم چیکار کرد گفت آقا حسبنا کتاب الله قرآن رو من قبول میکنم حرف پیغمبرم قبول نمیکنم داره هزیان میگه نعوذ بالله غیر از کفر میشه نتیجه گرفت شما دو راه بیشتر ندارید یک یا بگید صحیح بخاری غلط کرده دروغ گفته چنین اتفاقی واقع نشده عمر ابن الخطاب کنار بستر پیغمبر توهین به پیغمبر نکرده مانع و جلوگیری از نوشته شدن وسیعت پیغمبر نکرده که هیچ آدم عاقل سنی چنین حرف رو نمیزنه چون مکرر گفتیم صحیح بخاری رو اهل سنت میپرستن میگن همه احادیث این کتاب صحیح هست پس این اتفاق واقع شده چون صحیح بخاری نقل کرده از آن طرف وقتی که قبول کردید محمد ابن اسماعیل بخاری این حدیث رو نقل کرده این اتفاق افتاده عمر ابن الخطاب کنار بستر پیغمبر جدا کرد بین حرف خدا و پیغمبر گفت ما قرآن رو قبول داریم حرف پیغمبر هیچی به نص آیه قرآن باید قبول کنید که عمر کافر است چون قرآن میگه کفار یک خصوصیتشون این است که جدا میکنن بین حرف خدا و پیغمبر میگن حرف خدا رو قبول میکنیم و حرف پیغمبر رو قبول نداریم امیدواریم جواب منطقی بر ما بیاد که جواب نیست من مکرر توی برنامه ادعا کردم الانم مدعی هستم کسی بتواند جواب منطقی نه از روی تعصب جواب استدلالی جواب عقلی از این سوالاتی که ما در این جلسات مطرح میکنیم بده من به عنوان یک عالم شیعی دست از تشیع برمیدارم و اهل سنت میشم و پیرو مکتب تسنن چنین چیزی نخواهد بود بیننده عزیز شما هم تحقیق کنید خدای نکرده دم مردن نفهمید پیروی از کسانی کردید که مسلمان نبودن خدای نکرده دم مردن نفهمید پیروی از مکتبی کردید که مصنب اسلام نیست اسلام دروغی است اسلام واقعی اون اسلام است که از طریق اهل بیت اومده اهل بیت پیغمبر اکرمی که قرآن میگه اینها معصومند صحابه که شما دارید پی، پیروی از اینها میکنید هم قبول ندادید که اینا معصومند میگید آقا صحابه اشتباه بکنن شاید خطا بکنن شاید مطالب رو اشتباه, اشتباه ما رسونده باشند کدوم عقلی میگه شما پیروی از کسی بکنید که احتمال داره اشتباه کنه اما پیروی از کسی نکنید که یقینا اشتباه نمی کند به نص آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یرید الله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا قرآن میگه اهل بیت معصومان. قرآن میگه اهل بیت اشتباه نمیکنند. عقل حکم میکنه از کسی پیروی کن که اشتباه نمیکنه امیدواریم ایشالله این جلسات برای همه بینندگان مفید باشه و بتونیم از این طریق حق رو به شما ها منتقل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.